اساطیر یونانی و نورس منبع الهام عناوین مختلف در سبک‌های متفاوت بودند. بازی‌هایی مانند آپاتئون، ایج اف میثولوژی، هیل بلید و معروف‌ترین آنها گاد آف وار هر کدام به خوبی از این افسانه‌ها استفاده کردند و لحظات خوبی را برای ما گیمرها برمغان آوردند. حال استودیو سوپر جاینت گیمز قصد دارد تا با عنوان هیدیس بار دیگر ما را به دنیای اساطیر یونان باستان و این بار به جهنم ببرد. با سابقه درخشانی که این استودیو در ساختن عناوین خلاقانه دارد، می توان انتظار یک بازی هیجان انگیز و منحصر به فرد را داشت. شما در نقش زکریس، پسر هیدیس، خدای جهنم بازی می کنید. فردی جذاب، دوست داشتنی و یک دنده که قصد دارد از جهنم فرار کند و به زمین برود. اینکه او چرا قصد این کار را دارد و چه اتفاقاتی بر وی افتاده است به مرور زمان مشخص می شود. هیدیس اما مخالف این کار است و از هر چیزی که در دست دارد برای جلوگیری از موفقیت زگریس استفاده می کند. بنابراین مجبورید برای رسیدن به هدف خود تا سطح زمین مبارزه کنید. در این میان سایر خدایان نیز به کمکتان می آیند و قابلیت‌های مختلفی را در دسترس شما قرار می دهند تا مسیر را برای خروج از جهنم هموارتر کنند. داستان بازی، شخصیت پردازی و نحوه قرارگیری آنها در یک بازی روگلایک چیزی است که هیدیس را از سایر عناوین متمایز می کند. در بازی مرگ تنها به عنوان یک مکانیک گیم پلی حساب نمی شود، بلکه بخشی از داستان بازی است. زگریس پس از هر بار مردن توسط رودخانه استیکس به خانه هیدیس باز می گردد، اما کاراکترها از میزان پیشروی و کارهایی که انجام داده اید آگاه هستند. برخی از آنها مانند پدرتان و باسهای بازی به شما طعنه می زنند و شما را کوچک می شوند و برخی دیگر به شما روحیه می دهند و تشویقتان. همینطور کاراکترها وقتی یک قابلیت جدید به دست می آورید یا خود را ارتقا می دهید متوجه آن می شوند و به آن اشاره می کنند. مثلا راجب سلاح جدیدی که به دست آوردید یک داستان تعریف می کنند. این درهم تنیدگی داستان گیم پلی پیشروی در بازی را برای گیمر شخصی تر می کند و به جذابیت آن می افزاید. صداگذاری و دیالوگ نویسی شخصیت ها نیز به خوبی صورت گرفته و شخصیت هر کدام از کاراکترها به خوبی در دیالوگ ها و صدای آنها حس می شود. خون سردی و آرامش نیکس، الهه شب، غرور هیدیس و از همه مهمتر کل شقی و یک دندگی زگریس همگی توسط صداگذاری خوب این عنوان به مخاطب القا می شود. دیالوگ‌ها و مأموریت‌های فرعی بسیاری نیز در بازی وجود دارد که به زمان زیادی برای کامل کردن آنها نیاز دارید. هر بار که به خانه برمیگردید یا دور جدید را آغاز می‌کنید، شخصیت‌های مختلف حرف تازه‌ای برای گفتن دارند و اطلاعات جدیدی را در اختیار شما قرار می‌دهند. این موارد بازیکن را به تعامل هرچه بیشتر با کاراکترهای بازی جذب می‌کند که خود برای پیشروی در داستان بازی و به دست آوردن آیتم‌ها و ارتقاهای بیشتر ضروری است. هر دور بازی از چند منطقه مختلف تشکیل شده و هر منطقه نیز دارای تعدادی اتاق است. قبل از ورود به هر اتاق، پاداشی که پس از مبارزه با دشمنان به دست می آورید بر روی در نشان داده می شود که معمولاً می توانید از بین دو یا سه اتاق یکی را انتخاب کنید. این پاداش ها نیز شامل واحدهای پول بازی مانند سکه، کلید و غیره و همینطور ارتقاهایی برای شما و سلاحهایتان می شود. در انتهای هر منطقه نیز باس فایتی وجود دارد که از طرف پدرتان مأمور شده است تا جلوی شما را بگیرد. برای آنکه مراحل بازی تکراری نشود، پس از مدتی در هر منطقه دشمنان و مینی باس های جدید اضافه می شوند و همینطور باس های بازی تغییر حالت می دهند و نحوه مبارزه آنها عوض می شود. هیدیس عنوانی است که قصد دارد مخاطب را حداقل 30 یا 40 ساعت سرگرم کند، اما طراحی خطی مراحل بازی شاید نتواند به خوبی پاسخگوی این هدف باشد. در برخی عناوین مانند اسپلانکی 2 شما در انتهای هر مرحله برای رفتن به منطقه بعدی می توانید بین 2 یا چند مرحله انتخاب کنید. در بخش‌های بعدی نیز این انتخاب وجود دارد و در نهایت مراحل بازی به صورت شاخه‌ای به یکدیگر متصل می‌شوند که شما در هر دور بازی می توانید مسیر متفاوتی را در پیش بگیرید. این مورد در هیدیس وجود ندارد و مراحل بازی کاملا خطی هستند.
با اینکه هیدیس محتوای بسیار زیادی در اختیار مخاطب قرار می‌دهد، محیط‌های بازی ممکن است بعد از مدتی برای برخی بازیکنان تکراری شود. برای خود من و بعد از حدود 25 ساعت بازی کردن، جای خالی مناطق تازه با دشمنان جدید کاملا حس می‌شد، در حالی که هنوز داستان بازی نیمه تمام مانده بود و بسیاری از آیتم‌ها و آپگرید‌ها را نیز به دست نیاورده بودم. مبارزات نیز در هیدیس سریع و لذت بخش هستند و درجه سختی آنها به خوبی متعادل سازی شده است. شما یک سلاح و یک جادو برای مبارزه در اختیار دارید که هر کدام توسط خدایان و شما در خانه قابل شخصی سازی است. همچنین یک قابلیت جاخالی دادن نیز در بازی وجود دارد که استفاده درست از آن برای فرار از خطر بسیار مهم است. این مبارزات به تدریج با ارتقا دادن سلاح و جادویتان سریع‌تر و هیجان‌انگیزتر می‌شود و چالش‌هایی که در نگاه اول سخت تلقی می‌شدند با استفاده از این قابلیت‌ها قابل انجام می‌شوند. اما اگر همچنان احساس می‌کنید بازی برای شما سخت است، در منوی بازی یک گاد مود وجود دارد که با فعال کردن آن مقاومت شما به حملات 20% افزایش می‌یابد و با هر بار مردن به میزان مقاومت 2% اضافه می‌شود تا جایی که میزان مقاومت شما به 80% برسد. اگر نیز پس از پیشروی در بازی احساس می‌کنید بازی دارد آسان می‌شود، پس از مدتی این قابلیت را پیدا می‌کنید که چالش‌های جدید به بازی اضافه کنید که در ازای آن پاداش‌های خوبی نیز دریافت می‌کنید. مثلا می‌توانید تعداد دشمنان را افزایش دهید یا به آنها توانایی‌های جدید بدهید. اینکه سختی و میزان چالش‌های بازی تا حدودی در اختیار بازیکن قرار داده شده است، ارزش تکرار بازی را افزایش می‌دهد و بازی را برای مدت زمان بیشتری راضی کننده نگه می‌دارد. در بازی گزینه‌های زیادی برای شخصی‌سازی کاراکتر و نحوه بازی کردن وجود دارد. در طول هر دور بازی با خدایان مختلف توسط آیتم‌هایی با نام بون ارتباط برقرار می‌کنید. هر کدام از این خدایان قدرت‌های مختلفی را به شما پیشنهاد می‌دهند که باید یکی از آنها را انتخاب کنید که شامل مواردی مثل افزودن یک المنت جدید به حملات، افزایش قدرت و غیره می‌شود. همینطور در بازی فروشگاه‌ها و کاراکترهای مختلفی قرار دارند که هر کدام نیز آیتم‌ها و ویژگی‌های متفاوتی در اختیار شما قرار می‌دهند. در خانه هیدیس موارد بیشتری برای انتخاب کردن وجود دارد. سلاح خود را می‌توانید قبل از شروع دور جدید تغییر دهید. این سلاح‌ها شامل شمشیر، نیزه، تیر و کمان و غیره می‌شوند که هر یک بسیار با یکدیگر تفاوت دارند و منحصر به فرد هستند. هر کدام از سلاح‌ها نیز حالت‌های مختلفی دارند که پس از باز کردن می‌توانید از آن استفاده کنید. کاراکتری تحت عنوان پیمانکار در خانه وجود دارد که در ازای دریافت جواهرات و الماس، اتاق‌های جدیدی به بازی اضافه می‌کند یا دکوراسیون خانه را با اضافه کردن آیتم‌های جدید مانند میز، فرش، گلدان و غیره تغییر می‌دهد. همچنین با استفاده از آینه درون اتاق خود می‌توانید قابلیت‌های بیشتری به دست آورید. مثلا می توانید تعداد دفعات مرگ به جا خالی دادن خود را افزایش دهید یا شانس خود را برای به دست آوردن بونهای بهتر افزایش دهید. مکانیک خاص دیگری که در بازی وجود دارد، تعامل با کاراکترها و دریافت پاداش از آنهاست. در صورتی که به هر شخصیت آیتمی به نام نکتار بدهید، رابطه شما با او قوی تر می شود و در ازای آن آیتم هایی با عنوان کیپسیک دریافت می کنید. این آیتم ها کارهایی مانند افزایش خط سلامتی، یافتن بونهای بهتر و غیره را انجام می دهند که آنها را می توانید قبل از شروع دور جدید و در مکانهای خاص در طول بازی انتخاب کنید یا تغییر دهید. تعامل با شخصیت ها همینطور برای باز کردن برخی قابلیت های سلاح ها، دریافت آیتم های مهم و همچنین پیشروی در داستان بازی مهم است که البته همانطور که گفتم با صداگذاری، طراحی و دیالوگ نویسی خوب شخصیت ها این کار لذت بخش می شود. همه این موارد در کنار هم دست مخاطب را برای ایجاد سبک مبارزه دلخواه بسیار باز می گذارد. اگر از سلاح بازی خسته شده اید، سلاح جدیدی انتخاب کنید یا قابلیت آن را تغییر دهید. اگر محیط های بازی راحت هستند، چالش های جدیدی به آن اضافه کنید. قابلیت هایی را که دوست دارید ارتقا دهید و در طول بازی نیز آیتم هایی را که به استایل بازی کردن شما میخورد انتخاب کنید. تنوع بالای سلاح ها و آیتم های بازی همیشه به شما بهانه جدیدی برای شروع یک دور مجدد و وارد شدن به دنیای بازی را میدهد.
موسیقی بازی نیز به خوبی در اتمسفر بازی تاثیرگذار است. احساساتی مانند هیجان، آرامش و غیره همگی در جای خود توسط موسیقی بازی به مخاطب القا می شوند که با توجه به سابقه سوپر جاینت گیمز انتظار دیگری نیز نمی تواند. سخن آخر این که هیدیس عنوانی است که داستان و گیم پلی را در یک عنوان روگلایک به طرزی کاملا استثنایی و لذت بخش در کنار یکدیگر قرار می دهد و محتوای زیادی که این عنوان در اختیار شما قرار می دهد ارزش ساعتها تجربه کردن را دارد. نمره نهایی ما به این بازی 9/10 می باشد. در انتها از این که با ما بودید از شما متشکریم. لطفاً اگه از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و سابسکرایب چنل هم یادتون نره.